دوستان عزیز، در اغلب موارد گاهی اوقات در زندگی ما اتفاقات ناگواری رخ میده، باعث میشه که شرایط به گونه ای باشه که زندگی ما تحت شعای این گونه اتفاقات و حوادث قرار بگیره و باعث میشه که ما نتونیم زندگی خود به شیوه نرمال و آنگونه که همیشه بود ادامه بدیم. و ای علاوه بر ای که زندگی ما را، جنبه های مختلف زندگی ما را تحت شعاع خود قرار میده، باعث میشه که در واقع وضعیت روحی و روانی و جسمی ما به گونه ای متغیر شود و آسیب هایی در زندگی ما وارد شود. دوستان عزیز، کودکان بیشتر درگیر چنین حوادث و چنین اتفاقات ناگواری میشن و بیشتر بر روی افکار و احساسات و روانشان تأثیر میگذارن. امروز میخواییم در رابطه با داغ دیدگی در کودکان برای شما از آن صحبت کنیم که دقیقا داغ دیدگی در کودکان چقدر میتونه خطرناک باشه، چه علایم و نشانه هایی با خود به همراه داره و چه مشکلات بعدی را میتونه بر کودکان ایجاد کنه و بهترین راه مقابله و برخورد با چنین کودکان یا در کل با چنین جمعی که دچار داغ دیدگی و یا ضربه های روحی هستن چه هست؟ خانواده چه نقشی داره و اجتماعی که ما در او زندگی میکنیم چگونه باید رفتار داشته باشه با چنین کودکان و چنین افرادی؟ در خدمت شما از آن هستیم. سلام علیکم، با مهمان گرامی خود داشته باشیم و بعد از مفصل در رابطه با داغ دیدگی در کودکان برای شما از آن صحبت می‌کنیم. سلام و عرض ادب خانم احمدی، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. سلام و ادب خدمت شما بینندگان محترم، در خدمت شما هستم. سپاسگزاری میکنم، خیلی خوش اومدید. در رابطه با شرایط اتفاقات و حوادث ناگواری که متاسفانه هر روز جمعیت کثیری از ما شاهد او هستیم صحبت می‌خوایم کنیم و تأثیراتی که میتونه بر زندگی ما و بر سلامت و جسم و روح و روان ما بگذاره. اشاره ای کردم به داغ دیدگی در کودکان که فکر میکنم جزی از اون ضربات بزرگی هست که به روح و روان ما، یا بهتر بگیم تروما، وارد میشه. اگه موافق باشی که از مقدمه یک تعریفی داشته باشیم و شرایطش برای بینندگان از این بیشتر روشن شد. حوادث دلخراش معمولا وقتی که در زندگی ما آدم ها اتفاق می افته، افراد واکنش های متفاوتی دارن. وقتی که فرد با مسئله مرگ و زندگی به خصوص، چون برنامه ما در مورد هست، مسئله مرگ و زندگی یعنی اتفاق می افته برش، اینکه سوال این در ذهنش میاد که الان من قرار زنده بمانم و یا قرار بمیرم، در این زمان فرد دچار یک ترس شدید و یک وحشت شدید میشن. اون میل و نیل ای که فرد میخواید زنده بمانه و از طرفی نمیدانه چی کار بکنه و احساس های متفاوتی رو که در اون لحظه فرد تجربه میکنه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. ببینید، مرگ به تنهایی خود آسیب هایی که ما میبینیم، به خصوص آسیب های روانی که ما تجربه میکنیم، به تنهایی خودش خیلی سخته. مثلا یک کسی پدر خودش را از دست میده خیلی سخته، حتی اگر در سن 50 سالگی یا 60 سالگی باشه. یک فردی که برادر جوان خودش را، خواهر جوان خودش را از دست میده، خیلی میتونه سخت و سنگین باشه. حالا شما تصور کنید که فرد کسی را از دست میده و در بدترین شرایط از دست میده. یعنی تحقیقات نشان داده میزان شرایط فردی که داره میمیره، شرایطی که داشته، مثلا هر چقدر حالش بدتر بوده، داغ از او فرد بیشتر بوده برای خانوادش و تداوم بیشتری یافته. پس بستگی به وضعیت و نوعیت از متوفا داره. بله، یعنی یک نفری که در خانه وصیت‌های خودش میکنه، پای خودش رو طرف قبله دراز میکنه، خانواده خیلی ناراحت میشه، ولی یک مقداری آمادگی ذهنی بقیه داره. حالا هر چقدر شدت مرگ از این فرد، ممکنه کسی که 3-4 سال سرطان داشته، خیلی شدید تحت درمان بوده، حال بدش فرزندانش دیده، سازگاری با مرگ این از این والد یا پدر یا مادر یا خواهر یا برادر برای باقی اعضای خانواده سخت است. حالا شما تصور کنید که در یک فاجعه، ما میتونیم بگیم فاجعه، در یک فاجعه انسان ها از دست میرن، آدم هایی که کودکن
آدم‌هایی که به بدترین وضع و به شنیع‌ترین وضع شهید میشن یا کشته میشن و افرادی که شاهد از این وضعیت است و افرادی که در این وضعیت زخمی میشه، زخمای خودش را میبینه، دست نبود دست خودش را میبینه یا اجزای داخلی دوستان خودش را، همسن و سالان خودش را. ببینید حالا عمق فاجعه چقدر هست. سطح آسیب روانی را شما اگر بخواین سطحش را و عمقش را در نظر بگیرید، ببینید که چقدر فاصله داره. خب اینال حوادث دلخراش معمولا ما سه تا واکنش داریم. یکی خود مسئله داغدیدگی و واکنش سوگ هست که هر دو به معنای از دست دادن است. داغدیدگی به معنای از ایست که یک فرد عزیزی را از دست دادن. ای عزیز میتونه اعضای خانوادش باشه، میتونه دوست صمیمیش باشه. ما خیلی مهم است که ما بدانیم، به یک نکته اشاره کنم که والدین بدانند در کودکی دوست صمیمی کودک مثل جزی از اعضای خانواده کودک مهم است. یعنی اگر کودکی به خصوص در سنین نوجوانی بین مثلا سنین 11 ساله 10 ساله و بعد تا 16 18 سالگی، ببینید این سنین اگر کسی دوست صمیمی خودش را از دست بده، دردی را که تحمل میکنه به اندازه دردی است که یکی از اعضای خانواده خودش را از دست داد. پس داغدیدگی به معنای عزیز که ما عزیزی را از دست بدیم. او میتونه پدر، مادر، خواهر و برادر و یا دوست ما باشه. و در درجه دوم مثلا فامیل و اینا هست. خب واکنش سوگ یک حالتی است که فرد در زمانی که یک حادثه دلخراش را تجربه میکنه در فرد به وجود میاد و باز هم واکنش سوگ به معنای از دست دادن است. ولی تفاوتش چیست با داغدیدگی؟ واکنش سوگ ممکنه ما فرد ناراحت، غمگین، مستعصل، نگران، وحشت زده از دست دادن جزئی از بدنش باشه. خب کسی در بیرون از بین نرفته، جزئی از بدن خودش، جزئی از باورهای فرد، جزئی از اعتقادات فرد. مثلا خیلی از کودکان که ما با اونا مصاحبه داریم، از نزدیک میبینیم یا حتی از اساتید میگه آیا انسانیتی وجود داره؟ یعنی باور ای که انسانیت وجود داره در اینجا آسیب دیده. پس اینا واکنش دوچار واکنش سوگ شده. خب در واکنش سوگ پس ما جزی از خودمان را، جزی از باورها و عقایدمان را ممکن از دست بدیم. حتی میتونه شایی باشه، مثلا ما یک حلقه ایم را مثلا خیلی دوست دارم، حلقه ایم یک جایی میفته، من ایره در سطح خیلی سطحی ترشن در واقع حقایقی که یک عمر ما او را به عنوان یک واقعیت در زندگی خود یدک کشتیم. دقیقا اهمیت داشته برای ما. زمانی که ما او را از دست میدیم بشه رو واکنش سوگ میشیم. خب و تروماست. تروما یعنی یک حادثه ناگهانی دلخراش که ما را دچار شوک میکنه. باورم نمیشه، مثلا ما باورم نمیشه که آدم ها را میکشن. مثلا ما باورم نمیشه که مثلا عزیزترین کسیم را در اینجا از دست داد. و خب شاخص افتراقش ایست که فرد در تروما در اون لحظه تجربه از این را داره که ترس از زنده ماندن و زنده نماندن را داره. این که آیا ما زنده میمانم یا نمیمانم. مثلا یکی از افرادی که این تجربه را درک کرده بود اینچنین گزارش میداد، میگفت ما استادم دوستم که دو قدم از من که پیشتر بود انفجار شد، من دیدم که پراکنده بعد از اتفاقی که رخ داده این احساس بعدی است که فرد بله. و در او هم همه فرار میکردم و ما هم فرار کردم، کار درسته کرد فرار کرد، ولی مانده بودم که من دارم خودم رو نجات میدم و کسی در اونجا داره از بین میره. خب و ترس از این که خب ما هم ممکنه رگبار شه و ممکنه معین بعدی زیر پای ما دفن باشه یا مرا از بین ببره وجود داشت و اینجا تجربه تروماست. حالا ما نمیتونیم PTSD فعلا بگیم یا اختلال
پس ضربه ای چون اختلال بعد یک ماه گذشته باشه و بعد از او علایم همچنان مانده باشه که ما بگیم PTSD فرد شده. اشتباهی حادی که میان این هر دوی که شما بیان فرمودین وجود داره چی هست که در واقع میشه گفت یک حادثه خطرناک و از دست دادن. این از دست دادن ممکنه ترس از زنده ماندن نماندن باشه، ممکنه آبرو باشه، ممکنه جزی از بدن ما یا باورهای ما باشه و ممکنه از عزیزان ما باشه. خب حالا افراد در قسمت از این که این سه تا تجربه را میتونن داشته باشن در کودکان و بزرگسالان متفاوت است. خب بستگی به سن افراد دارن. بله. مثلا بزرگسالان تاب‌آوری و تحمل بیشتری در برابر رنج ها دارن نسبت به کودکان. کودکان نظر به رشدی که دارن، رشد شناختی که دارن، تجربه‌ای که از دنیا دارن، سن کمی که دارن، اصلا قلبای کوچیکی که دارن، قلب کودکان سریع‌تر می‌تپه نسبت به قلب بزرگسالان، میانگین تپش قلب کودکان. میزان ترس و احساسات و هیجانات رو که اینا تجربه میکنن باز خیلی متفاوت است نسبت به بزرگسالان. در خانم ها و آقایان حالا یک تحقیقاتی که شده یک مقداری متفاوت میتونه باشه. حالا باز نقش سلامت جسمانی هست، نقش از این که فرد چقدر به لحاظ جسمانی مثلا قوی هست نیست در برابر مثلا یک فردی که کم خونی داره، ضعیف است، قطعا بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره تحت تاثیر همچین وقایعی. بسیار خب سپاسگزاری میکنم. پس دو طیف متفاوت در واقع از نظر روحیات و جسم درگیر چنین اتفاقی هستن. اول کودکان مورد بررسی قرار بدیم. خانم احمدی، در واقع وقتی کودکی شاهد چنین اتفاقی هست، خب در واقع میشه گفت که زندگیش 100 درجه دگرگون میشه، احساساتش جریحه‌دار میشه و روح و روانش درگیر این موضوع میشه. هر روز به عنوان یک کابوس داره این موضوع رو پیش چشم خود میبینه. این داغ دیدگی که جزی از تروما هست، میشه بفرمایید که چه علایم و نشانه هایی در چنین کودکانی به همراه دارن؟ بله، ببینید ما یک نکته دیگر هم که یادم رفت اشاره کنم ایست که کودکان در چنین شرایطی خیلی ها ممکنه در هر سه طیف باشن. مثلا هم واکنش سوگ داره، جزی از بدن خودش یا باور خودش از دست داده، هم عزیزی را از دست داده و در او حین مثلا ترس از زنده ماندن و نماندن را داشت. خب حالا هر چقدر که فرد هر سه تا از این سطوح تجربه کرده باشه، طبیعتا حال روانیش در واقع آسیب روانیش شدیدتر است و بیشتر شوک بیشتری را تجربه میکنه. این یک سری علایمی داره که در بزرگسالان و در کودکان اشتراک داره. مثلا ممکنه فرد بعد از این اتفاق خواب نره، هر لحظه بترسه، مات بمانه، ممکنه گریه نکنه، حتی فقط به یک جای خیره بمانه، ممکنه حرف نزنه، ممکنه خود به خودش آسیب بزنه، ممکنه خودش را خیلی سرزنش بکنه. این فرد ممکنه مثلا هیچ تمایلی به خوردن غذا نداشته باشه و تا ممکنه تمایل به خودکشی و تمایل به مرگ داشته باشه که خب ما شاهد چنین کیس هایی در روزها متاسفانه بودیم. خب این افراد علایم این چنینی را از خودش نشان میده که باز خیلی بستگی داره به مراقبینی که دارن، باز بستگی به حمایت های اجتماعی که از اینا میشه داره، به افرادی که دور و بر از اینا هستن، به رفتار اساتید، دوستان، فامیل، مردم اجتماع، رسانه ها، همه اینا میتونه نقش داشته باشه. ده ای که شدت از این اتفاق را یا این رنج شدیدی ره که این افراد تحمل میکنن، این دردی ره که به نوعی در سینه هایشان ممکن حتی جا نشه، در وجودشان جا نشه، بخصوص کودکان کوچکن، بدنشان هنوز نحیفه و دردهای سنگین و زیاد در اینا خیلی وقتا نمی گنجه، یعنی تحملش را اینا ندارن. بله. در چنین شرایطی خیلی همبستگی دیگران و یک رفتار درست را بتانه از خودش ارائه بده و نشان بده تأثیر میگذاره روی ترمیم پذیریش، حالا نه کاملا بهبودش که به گذشته برگردن، قطعا به گذشته بر نمیگردن،
تا آخر عمر قسمتی از زندگی اینها خواهد بود، ولی چگونه این فرصتی باشه برای رشد بیشترشان. حالا باز میپردازم. بله، سپاسگزارم میکنم از صحبت های شما خانم احمدی. دوستان عزیز تشکر از اینکه همراه ما هستید. با توجه به اتفاق ناگواری که هفته قبل، اوایل هفته قبل روز شنبه افتاد، متاسفانه شاهد این هستیم که خانواده های بیشماری در سوگ عزیزان خود داغدار هستند. خوشبختانه عزیزانی پیدا میشن که همکاری میکنن، دست به دست هم میتن و در واقع برای کاهش خطرات ناشی از این تروما و ضربه روحی دارن گام برمیدارن. از جمله روانشناسان عزیزی هستن، خانم احمدی گرامی، که به خانواده های این شهدا سر زدن و در پیوند با عمق فاجعه و ای که چگونه میتونیم این ضربات روحی را به حد اقل برسانیم باشون مشاوره و گفتگوهایی داشتن. دوستان عزیز، میان برنامه ای را ببینیم و بعد از اون انشاءالله در بخش دوم بیشتر با شما عزیزان صحبت میکنیم. بینندگان عزیز، مجدداً خوش آمدین. در رابطه با داغ دیدگی یا ضربات روحی و یا بهتر بگم تروما برای شما از آن صحبت کردیم که چه علائم و نشانه هایی با خود به همراه داره و چقدر کودکان از این مسئله آسیب میبینن. خانم احمدی، در خدمت شما هستیم. کودکی که دچار چنین شرایطی میشه، وقتی از نزدیک نظارگر چنین اتفاق ناگواری میشه که قطعا زندگیش تحت شعاع این حادثه قرار میگیره، بعدها این کودک دچار چه مشکلات دیگری میشه؟ بله، خب یکی از علائم خیلی بارز دیگه میتونه بهت زدگی، مات شدگی و حالت انکار باشه در کودک. بله. مثلا کودک باور نکنه که چنین اتفاقی افتاده، خب ممکنه قسمت از خاطرات فراموش کنه، خب. یا مثلا ایره بگه که نه یک خواب بود. بله. خب اصلا باور نخواهد بکنه، انکار کنه. ممکنه دچار بهت زدگی شوم، چنان دچار شوک شوم که هیچ حرکتی نکنم و فلج شوم در واقع به لحاظ روانی. مثلا ما با مواردی روبرو بودیم که در حین حادثه، زمانی که دیده، از پا افتاده، نشسته و دیگه نمیدانسته چی کار در واقع مغزش فرمانی نمیتونه صادر کنه، هیچ فرمانی نمیتونه صادر بکنه و بدنش را فلج شده حس میکرده و اصلا نمیدانسته که چی شده و باید چی کار کنه. مثلا قسمت از خاطره دیگه فراموش شده، نشسته فقط نگاه کرده. این واکنش هایی که میتونه کودک از خودش نشان بده، شوک شدیدی را نشان بده. هر دم ممکنه از جای خودش بپره، ممکنه یک صدای این قصد همشه ممکنه چنان وحشت بکنه، چنان وحشت زده عمل بکنه که گویا یک اتفاق بزرگی مثل اتفاقی که تجربه کرده را برش دوباره پیش آمده. ممکنه کودک خیلی اصلا یک حالت مثل اسلو موشن، یک حالت آهستگی پیدا کنه، مثلا قلب با گام های آهسته حرکت کنه، نمیدونه چیست، باید یک کسی بهش فرمان بده، مثلا بگه بدو اونو طرف بدو. یه سمت در احساس میکنن که دوباره قرار است یک اتفاق ناگواری بیفته. بله بله، این دو هینی که اینا تجربه کردن، اینایی که گزارش دادن. یا مثلا کودکان ممکنه در این شرایط عذاب وجدان داشته باشه. عذاب وجدان یک چیزیست که خیلی زمان که ما عزیزی رو از دست میدیم در حالت عادی، مثلا پدری مادری از دست رفته، مثلا ما خودمان سرزنش میکنیم، کاش برش این کارو میکردم، کاش برش این کارو میکردم، شاید ما فرزند خوبی نبودم، شاید ما عروس خوبی نبودم. ولی حالا ببینید در چنین فجایعی دیگه چه اتفاق میفته. کودکان حتی خودشان را مقصر میدانن، ممکنه خودشان رو بگن که سرزنش کنن که چرا ما زنده ایم، مثلا دوست ما از بین رفت، هم کلاسی های ما از بین رفت، ما چرا زنده هستم. یا مثلا ممکن عذاب وجدان داشته باشه که من فرار کردم ولی دوستم در پشت من صدای جیغش می آمد، من چرا به دادش نرسیدم، چون من در دادش نرسیدم مرد. احساس قصور در شخصا. بله، خودش شخصی سازی میکنن، در واقع خودشان را مقصر میبینن و میدانن. یا حتی مثلا اساتید ممکنه خودشان را مقصر بدانن، کاش اون روز مثلا تعطیل بود،
بر فرض مثال، یا مثلا کاش اون روز ما بیشتر توجه میکردیم، کاش کار دیگه میکردیم، کاش مثلا گارد میخواستیم. ببینید سرزنش های خود، در حالی که شاهد قربانی مثل قربانی است. گاهی وقتها، حتی گاهی وقتها شاهد قربانی میتونه ضربات روحی بیشتری نسبت به فردی که قربانی شده ببینه. مثلا ما دیدم کسی زخمی شده، دستی نداره، اگر رسیدگی خوب بشه مثلا اون فرد کم کم خودش رو به مرور زمان، نیاز به زمان داره، خودش رو باز پیدا کنه. ولی کسی که شاهد قربانی بوده ممکنه خیلی زمان ببره. ببینید پس ما باید یک چیز در نظر بگیریم، افرادی که کودکان 4,500 نفری که در اونجا شاهد بودن، شاهد کشته شدگان و زخمی شدگان بودن، مانند اونها آسیب دیدن. ولی آسیب در اینجاست، دست نیست که کسی ببینه، خب بیشتر توی ذهن است، توی دل است. به گفته خودشان یکی از دخترها مثلا گریه میکرد، میگفت کاش استاد، ما روانشناس هم فکر میکرد ما استادیم، میگفت کاش استاد میشد دل ما برات نشان بتون که دل ما چه شکلی شده. واقعا سخت است، خیلی درک میکنیم، در واقع نمیشه که توصیف کرد که چه اتفاق ناگوار و چه به وسعتی اتفاق ناگوار روز شنبه افتاد. و واقعا باید بگیم که اگر میخواییم که حقیقت این حادثه یه تلخه پی ببریم، واقعا باید جای ای عزیزان باشیم که در این حادثه ناگوار عزیزی، فرزندی یا حتی کودک دلبند خود از دست داد. ببینید در مواردی که اینا دچار مات شدگی میشن ممکن اصلا گریه نکنن، خشک شوه. به گفته خودشون چشما، اوه چشم ما خشک شده. شاید ما دوستشان نداشتیم، شاید خودشان رو سرزنش میکنیم که چرا ما گریه نمیتونیم، در حالی که از بس شوک دیده نمیتونه گریه کنه. گریه یک مرحله از درمانه، گریه یک مرحله از خوب شدنه، بخصوص وقتی هیجانات به این شدته، خشم، نفرت، وحشت، ترس، همه با هم، نگرانی، استرس، همه با هم یک جا میآیند. در چنین شرایطی کودک مثلا ممکن حتی اشک چشمش خشک شد. مثلا یکی از دخترها بود که حدودا 12 ساله بود، گفت که ما نگران خواهرم بودم، اتفاق که افتاد، گفت من دیدم که چشمایش خیلی معربه، دستایش سرده، یکی از علایم دستان سرد و حالت روی حالت جسمانش هم تأثیر میگذاره. بعد همین که دستش رو گرفتیم گفت میرم کیف من میگیرم، من دیگه مکتب نمیمانم. و گفتم که کجا هست کیفت؟ گفتم مدیریت. گفتم میخوای باهات برم؟ گفت آره. با هم رفتیم، فقط هیچی نگفت. هرچی ما سعی کردم که مثلا همدلی کنم که بتونه گریه کنه، دیدم هیچ واکنش نشان نمیده. فقط یک دفعه گفت که ما تا حالا روده ندیده بودم، ما روده دیدم، خیلی حالش بد بود و فقط او صحنه را تصور میکرد، او صحنه را دوباره در ذهنش می آورد. خب در چنین شرایطی ببینید خشم، نفرت، انتقام، اینا احساسات ترس و وحشت، اینا احساسات اصلی است که فرد تجربه میکنه. چه کسایی که زخمی شدن، چه کسایی که شاهد بودن یا شاهد نبودن، در اطراف بودن، و چه خانواده ها. خانواده ها میتونه این حالت ها را داشته باشن. خانواده ها ممکنه در چنین شرایطی به خاطر نگرانی حال فرزندانشان، هر کسی در واکنش چنین اتفاقاتی وقتی چنین احساساتی داره یک تصمیمی میگیره. مثلا یکی میگه ما انتقام میگیرم، یکی مثلا ممکنه بگه که باید با دولت صحبت کرد، ای چه وضعشه، یکی مثلا ممکنه بیمار شود در بیمارستان. خب ولی بعضی ها مثلا ممکنه تصمیم بگیرن که ما دیگه اولاد ما در مکتب نمیمانم، جانش برای مهم است، دیگه دوست ندارم مکتب برم، اولاد خود دیگه حتی نمیذاره برم مکتب. ببینید دردی که پدر و مادرها کشیدن و میکشن قابل درکه، ولی ما باید یک نکته را در نظر بگیریم. ببینید یک عده انسان‌های جانی که حتی دشمنشان را نمیشناسن، کودکان را گیر آوردن، کودکانی که جدای از سیاست، جدای اصلا نژادشان، نمیدونه ما از چه نژادی هستم. خیلی وقتا اصلا نمیدونه چرا ما در این خانواده در دنیا آمده، حتی نسبت به مذهبشان هیچ مسئولیتی ندارن، چون در این خانواده در دنیا آمدن چنین مذهبی دارن و کودکان. ببینید کودکان در سراسر دنیا، در تمام ادوار تاریخی، در جنگ ها از یک مسئولیتی برخوردار بودن.
چنین افرادی بر اثر چنین حوادثی ممکنه مثلا خانواده ها به خاطر نگرانی اینا را نگذارن. بعد کودک فکر میکنه، ببین آگاهی نداره ولی در ناخودآگاهش میگه یک ادعا اومدن که ما دیگه مکتب نرو، مثلا انفجار کردن، دوستای ما را از ما گرفتن، شاید سلامت ما را گرفتن، حال خوب ما را گرفتن، کودکی ما را از ما گرفتن، حالا مثلا پدر و مادر به خاطر وحشتی که کردن یا خشمی که دارن دوباره کار همونا را ممکنه بکنن. مثلا اولادایشان بگن دیگه نمیخوای مکتب بری. واکنش یک تعداد زیادی حالا از والدین این چنین است متاسفانه. بچه‌هاشون میگه دیگه مکتب نریم، در حالی که اینمی که مکتب نرین در واقع محروم میکنه دوباره عمو محرومیتی رو که یک آدم جانی کرد، که یک تصمیم احساساتی والدین. بله بله. و امیدوارم که ما از همینجا پیامم به والدین واقعا ایست که میدانم که نگران فرزندانتان هستین، دوستشان دارین، ولی رفتار ما و رفتار ما بزرگسالا باید شبیه به رفتار یک انسان نمیتونه بگم یک فرد جانی باشه و اونها را محروم بکنیم. بسیار خب خانم احمدی، در صورتی که این گونه رفتار در کودکان به اوج خود برسه، احساس سرخوردگی، عذاب وجدان و به شدت به دنبال انزوا طلبی باشن و سایر نکاتی که شما بیان فرمودین، پایانش چی میشه؟ اگر کودکان برای مدت طولانی با این گونه از اتفاقات و رفتارها و فجایع زندگی کنن، دچار چه مشکلات روحی روانی و افسردگی حالا در دراز مدت میشن که میشه گفت خطرسازم هست؟ ببینید خیلی مهم است که ما مداخله به هنگام و مناسب داشته باشیم. خب این مداخله همچنان که قبلا خدمت شما و بینندگان محترم عرض کردم میتونه از طرف رسانه ها باشه، میتونه از طرف مدیریت و مکاتب باشه، از طرف دولت باشه، از طرف نهادهای بین المللی باشه، مردم باشه و والدین باشه. اینها میتونه خطر از این که ما عواقب دردناک دیگه ای را در آینده تجربه نکنیم بیاره پایین. ببینید افرادی که دچار اختلال PTSD اکثر، حالا شما بعداً خواهید دید که چقدر تعداد زیادی از اینا دچار اختلال PTSD هستن. افرادی که دچار اختلال PTSD هستن تنها اختلالی است که ساری است، یعنی اگر من PTSD هستم ممکنه این اختلال انتقال بتونم، در حالی که اختلالات دیگه ساری نیست. یعنی ما باید این رو در نظر بگیریم که اگر مداخله درست به هنگام صورت نگیره ممکنه عواقب بدتری داشته باشه. و مثلا اگر امروز 10,000 نفر درگیر از این اتفاق هست یا 15,000 نفر، این رو شما دوچند کنید در نظر بگیریم. PTSD مشخصا منظور شما شوک روانی هست؟ بله 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 بله. اختلال پس ضربه ای، یعنی یک سری از نشانه ها داره که بعد از یک حادثه ناگهانی فرد اونا را او علایم را از خودش نشان میده. حتی ممکنه مثلا عمر کودک کوتاه بشه. افرادی که دچار PTSD شدن تحقیقات نشان میدن عمر کوتاه تری دارن، همراه با افسردگی است معمولا، احساس انزوا و تنهایی در اینها خیلی وجود داره، خوشبینی و امیدواری در این افراد ممکنه بسیار بیای پایین. و یک چیزی که بگم ایست که PTSD ممکنه PTSD تولید کنه. مثلا من که ضربه دیدم ممکنه ضربه در آینده ضربه بزنم. این زمانی پیشگیری میشه که ما در چنین مواقعی رفتار مناسب را انجام بدیم. حالا اگر موافق باشیم بپردازیم به رفتار مناسب یا میان برنامه. اجازه میخوام که میان برنامه را اعلام کنم، بعد از اون بپردازیم به سایر پرسش ها و حالا مطالب شما بیان میکنیم. دوستان عزیز همراه ما باشیم، میان برنامه را مجددا میبینیم و بعد از اون بخش سوم برنامه را فراموش نکنید، در رابطه با باهای درمان و برخوردی که والدین، دوستان و حتی آموزگاران باید در پیوند با چنین کودکانی که دچار این داغ دیدگی و ضربات روحی شدن برای شما از آن صحبت. مجددا خوش آمدین دوستان عزیز. خانم احمدی، چگونه کمک کنیم به افرادی که در واقع
چنین حادثه ناگواری رو تجربه کنم و باید از فلش بک های این تروما یا ضربات روحی بیرون بیام و با واقعیت زندگی برگردم. یک نکته قبل از اینکه شما به این پرسش پاسخ بدین است که الان یک نکته خیلی مهم میره در صحبت هایتون به مراتب یادآوری کردن که خیلی از والدینم متاسفانه احساسی برخورد میکنم و برای صحت و سلامتی کودکان خود در آینده مانع رفتن بیشترشون به مکاتب میشه. این نکته رو هم بیان بفرمایید و سطح آگاهی مردم باید به چه نسبتی برسه تا اینکه این مشکلات به حد اقل برسه. بفرمایید. ببینید شرایطی که والدین واکنش هایی که والدین نشان میدن نظر به سطح آگاهیشون نظر به شرایط خودشون قابل درکه، ولی این به معنای تایید نیست. یعنی این که ما درک میکنیم که خب اینطوری است، ولی این مهم است که این رفتارها رفتارهای مناسب حال از کودک نمیتونه باشه و ممکن آسیب جدی تر بزنه. حالا ما در این روزا چیزی که خیلی متوجه شدیم، خب کمک های طبی وجود داره، در شفاخانه ها اینا هستن، حالا به هر مقداری که هست کمک های طبی وجود داره، توجهات سمت اینا هست، حالا یک مقدار کمک های مالی افرادی که واقعا وجدان‌های سالم دارن و به هر میزانی که تانستن کمک کردن. و جای چیزی که خالی است بنا به او صحبت‌های خود اساتید و خود افرادی که ما با اونا در ارتباط بودیم مسئله روانشناختی است، صدمه روانشناختی است. به گفته یکی از اساتید اونجا که آرد و برنج داغ که در دل از اینا محشر دیدن، قیامت دیدن، قتل و غارت دیدن نمیتونه دوا کنه. اصلا آرد و برنج خیلی خیلی کم است پیش دردایی که اینا دیدن. درسته یک مقدار از مشکلاتشان رو حل میکنه و واقعا خیلی مهم است در چنین شرایطی که اینا حداقل یک آرامش خاطری از مسائل خانوادهشان داشته باشند. اگر چه مشکلات مالی و اقتصادی رو معرفی میکنه، ولی واقعا نیاز به گفتگو هست. نیاز به گفتگو هست. متاسفانه در افغانستان خیلی جای روانشناسی خالی است، جای پرداختن به مسائل روانشناسی خالی است و به همین خاطر ممکنه خیلی از صدمات تا طولانی مدت بمانه. اینا خودشان خواستار عزیز که کاش جلسات بیشتر باشه، ولی خب فعلا تیم‌هایی هست وجود داره که مداخله در بحران کردن، مثلا همین مؤسسه روان، نمیدونم نامای بگیرم یا نگیرم، دوستان روانشناسی هستن که خودخواسته حالا یک تعداد در خانه ها میرن، یک تعداد در شفاخانه میرن، یک تعداد مثلا در خود مکتب میرن که کودکان دوباره برمیگردن در اونجا، دوباره در محل حادثه برمیگردن تا یک بازنمایی کنن، تا باور کنن، با اونا صحبت میکنن، با والدینشان صحبت میکنن، ولی بسیار کم است و جایش جای روانشناسی، توجه به پرداختن به مسائل روانشناسی کودکان واقعا خالی است و واقعا خیلی وقتا نیاز هست که تک به تک پرداخته شود. مثلا یک نفر پاسخگوی یک دفعه 100 نفر یا 50 نفر یا 40 نفر نیست. به این دلیل خب ما از همینجا اگر اجازه شما باشه از همین تریبون خب خواستار عزیز هستم که روانشناسانی که دوست دارن در این قسمت کار کنن واقعا دیگه عجتان با خدا، هر چقدر هر کسی که میتونه در حدی که واقعا بزرگ انسانی هستی که حتی اگر بتونه یک نفره با او صحبت بکنه. پس یکی حمایت های روانی در این شرایط خیلی مهم است که در این حمایت های روانی چیزی که مهم است که والدین درک بکنن که درسته شرایط بغرنجه، اونها هم ناراحته، اونها هم رنج دیده است، حالشان بد است، خب نگران فرزندانشان هست، ولی نباید فاجعه رو بیشتر از این کرد. خب ما آسیب بیشتر از چیزی که هست بکنیم. خب چگونه میتونیم آسیب رو کمتر بکنیم؟ اولین گام درک کردن است. ببین مادری که خودش رفته مثلا یادش رفته شال داشته، یادش رفته چادر خود بپوشه، دویده فقط از سر کوه، دویده فقط رفته بین کشته ها، بین دست و پاها رفته دختر خودش را پیدا میکرده، کودک خودش را پیدا میکرده، قطعا خیلی وحشت زده است و وقتی با او صحبت میکنی حالش بد است و گریه میکنه. ببینید وقتی تو میگشتی به خاطر نگران بچه‌ت بودی گریه میکردی، ولی این فرد بزرگ سال است، مقداری از تاب روانی، یک مقدار تاب روانی نزی فرد بیشتر از کودک است، ولی کودک شاهد بوده، همه چیز را دیده،
خب او صحنه را دیده، آدم ها را دیده، کودکان دیگر را دیده، دوستانش را دیده، ممکنه اساتید و یا مثلا خدم دانه دروازه را دیده. ببینید تابش هم کمتر است، حق گریه کردن داره، یعنی حداقل حقی که کودک در چنین شرایطی داره گریه کردن است، ناله کردن است. ببین ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یک زخم عمیقی، مثلا ما چاقو قسمت عمیقی از دست ما ببره و به استخوانم برسه و ما آخ نگم، توقع داشته باشیم دو روزه پس خوب بشه، توقع داشته باشیم دو روزه خوب شه و توقع داشته دیگر توقع داشته باشه که آخ نگه، صدایش نکشه یا گریه نکنه یا ناله نکنه. ببینید این صدمه جسمی است، ببین ما در صدمات روانی هم جراحت برمی‌داره، قلب ما، روان ما نیاز به آه گفتن داریم، نیاز به فریاد زدن داریم، نیاز به تخلیه هیجانی و گریه کردن داریم. گریه کردن کمک میکنه که تخلیه هیجانی صورت بگیره، کمک میکنه که او رنجی را که کودک کشیده یک مقدار تحمل کنه. ما اگر حتی حق گریه کردن هم از کودک بگیریم چطور انتظار داریم که حال از او بهتر شد؟ باز خیلی مهم از کودکان، ما بزرگسالان کلمه داریم برای ابراز احساساتمان، برای ابراز شرایط، برای آنچه دیدیم. کودکان معمولا کلمه ندارن، به اندازه ما فرهنگ لغتشان بزرگ نیست، نمیتونن بیان کنن، حتی احساساتشان رو ممکنه نتونن بیان کنن. خیلی مهمه که کودکان بتونن احساساتشان رو بیان کنن، گریه و ناله کنن، بگن ما خیلی ترسیدم، بگن که مثلا ما وحشت کردم، بگن که ما نگران خواهرم بودم، بگن که میخواستم دوستم رو بگیرم یک دفعه ده هوا رفت. ببخشید خانم احمدی، و در خیلی از موارد دیدم میشه که والدین بزرگترها این تقصیر و کودک دیگری میندازن که در واقع در این حادثه حضور داشته و بنا به غفلتی یا تأخیری باعث شده که برادر یا خواهر خود از دست بده. متاسفانه این واکنش ها وجود داره بعضن، و امیدوارم که والدین یک مقدار باز این شرایط کودکان دیگر را درک کنه. هیچ کسی مقصر نیست، حتی خود والدین قربانی هستن، کودکان که در اونجا بودن قربانی هستن. ما از قربانی نمیتونیم ازش سوال و جواب کنیم، میدونین چی میگم، او هم کودک. بعد خیلی نکته ای که مهم است که اینا تخلیه هیجانی بشن، گریه کنن، احساساتشان گفته شود، یک فضایی در خانه ایجاد شود که کودک احساساتش بیان کنه. حالا ممکنه کودک احساساتش نشناسه و بیان نتونه. ببینید چطوری میتونیم این مسئله را در واقع یک مقداری ترمیم بکنیم؟ ایست که والدین خودشان صحبت بکنن، یا اگه والدین هم واقعا حالشان بد است، خیلی نقش حمایت اجتماعی مهم است. مثلا دختر کاکا، مثلا عمه، زن ماما، ما میایم از مریض دیدن کنیم دیگه، اینا مریض شدن، اینا صدمه روحی روانی دیدن، میاید دیدن میکنن، بعد مثلا بگه که خب خیلی ترسیدی، خب ما هم ترسیدم، مثلا چند تا بگه ما ترسیدم، وحشت کردم، احساس خطر کردم، استرس داشتم، نگرانت بودم. خب بعد کودک یاد بگیره که برای احساساتش کلمه پیدا کنه و ایره بازگو کنه، بازگو کنه که ما وحشت کردم، ترسیدم، احساس خطر کردم. اینا رو به زبان بیاره خیلی کمک میکنه. پس گریه کردن، ابراز احساسات و گفتن فکرشان، مثلا ما چه فکرهایی میکردم در اون اتفاق. حالا اگه گفتن نمیتونن، مثلا باز تیم روانشناسا میتونن خیلی بیشتر در این قسمت کمک بکنن، چون والدین واقعا انقدر ممکنه بعضی وقتا بار هیجانی خودشان زیاد باشه که نتونن مکالمه کنن. ولی باز هم بهتر است که اگر کسی نبود، حداقل والدین بتونن به فرزندشان بگه که خب حتما خیلی ترسیده بودی، نمیدونست کجا بری، چی میکردی، بعد او بتانه بگه ما چی میکردم، کجا میرفتم، چی فکری میکردم. این خیلی کمک میکنه به کودک و به اینکه حق داده شده. ولی تمام از اینا به نوعی دائمی نیست، مثلا بعضی از والدین ممکنه دچار از اشتباه شود، خب این نازول نشه، این لوس نشه، مثلا عزاله که ما هر گپ از این قبول کنیم همیشه این رقم باشه، نه. ببین الان مریضه، الان شکمش پاره شده، زخم داره، نمیتونه بدوه، خب باید یک چند روز بگذره تا زخمش خوب شود. روان و قلب این کودکان فعلا این رقمی هست، یک مقداری ما باید بهش فرصت بدیم، این حالت دائمی نیست. اگر ما حمایت درست بکنیم و به مرور دوباره به وظایف خودشان برگرده، باز خیلی میتونه کمک کنه.
یک ما میخوایم اینم حتما عرض کنیم، شاید زمان کم باشه. ببینید ممکنه در چنین شرایطی والدین بازداری کنن از اینکه چون که مکتب نمیرن مثلا بازداری کنن از اینکه سر فاتحه برن. خیلی مهم است که کودکان عزاداری بتونن برای دوستانشون بتانه سوگواری کنه، بتانه مثلا والدین حتی مثلا به کودکان بگه ما ده تسلیت میگم که دوستت از دست دادی. بسیار خب، تشکر خانم احمدی، زنده و سلامت باشین. امیدوار هستم که نکاتی که شما به زیبایی بیان فرمودین مورد توجه همه والدین عزیز به ویژه دوستانشان قرار بگیره. واقعا کودکان عزیز در شرایط خیلی سخت و حساسی قرار گرفته. از یک سو شاهد اتفاق خیلی خیلی ناگوار که واقعا در ذهن و قلب ما حتی نمی گنجه قرار گرفتن و به چشم شاهد چنین اتفاقی حتی از دست دادن دوستان و برادر و خواهر خود بودن. بهتر است که والدین اندکی رویه خود، رفتار خود متناسب با روحیات کودکان سازگار بسازن. سپاسگزاری میکنم. یک نکته دیگر هم بیان بفرماییم. بحث ای است که کودکان در چنین شرایطی با توجه به آسیبی که بهشون وارد شده و به شدت دگرگون شده، وضعیت روحی روانشون، حس اعتمادشون هم نسبت به همه کس از بین میره. آنگونه که شما بیان فرمودین که در واقع خاطرات بازگو میکنن، تجربیات خودشون و حتی باورهایشون کاملا متفاوت بشه. چگونه میشه که این حس در کودکان در واقع حس اعتماد دوباره بازسازی کرد؟ خیلی مهمه که ما در اول شروع به نصیحت کردن، به امیدواری نکنیم، به این که تو قوی باش، استاد باش. باید یک فرصتی بدیم که درد خودش رو تجربه بکنه. در ابتدا ما نمیتونیم از این رویکردها استفاده بکنیم که مثلا این گونه باش، این گونه رفتار بکن، این گونه قوی باش. یک مقدار نیاز به فرصت و نیاز به زمان هست که اعتماد از دست رفته اینها بازسازی شه. حالا بازسازی اعتماد چگونه است؟ خیلی مهم است که اینا ببینن آدم هایی که حالشان نپرسیدن، اینها ببینن مثلا اگر مثلا خارج از کشور یک نفری مثلا شمع برای اینا روشن کرده، اینا ببینن. مثلا اگر داخل مکتب یک عده آمده مثلا حال اینا رو پرسیده، اینا ببینن، اینا نوازش هایی را همچنان دریافت بکنن. بعد ما بازم همچنان انتظار نداریم که این نوازش ها، این توجه ها خیلی کم است در برابر رنجی که اونها کشیدن. پس باید یک مقدار زمان بگذره، یک مقدار اینها خودشان را درک بکنن، ببینن تداوم از این حمایت ها رو ببینن و خودشان قوی شون. و ما از حرفایی که مثلا کودکان میزنن نباید بترسیم. مثلا ممکنه کودک بگه ما میخوایم انتقام بگیریم. خب اشکالی نداره انتقام بگیر، درس تا بخوان، با درست انتقام بگیر، ببین سمت و سوی این رقم بدیم. ولی که خیلی مهم است که همچنان امیدواری هر چقدر که میشه از این کودکان سلب نشه و مقداری یه انگیزه که خب هنوز زنده هستن، هنوز بتونن برن سر کلاس، مراحل سوگواریشان رو بگذرانن و کم کم انشاءالله ترمیم شوه حالشان. بسیار خب، تشکری میکنیم خانم احمدی، زنده و سلامت باشین. سپاسگزاری از زحمت هایی که برای این کودکان، برای خانوادهشون و برای شاهدین عینی این حادثه ای علمناک کشتین. سپاسگزاری از همه شما و همه دوستانی که بی‌شایبه تلاش کردن برای که بتونن به حد اقل برسونن صدمات ناشی از این تروما و ضربات روحی که به خانواده ها وارد شده. انشالله همیشه موفق باشید. و دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودین. فرصت در همینجا به پایان رسید و ناگزیر از حضور گرم شما عزیزانم خداحافظی کنیم. برای همه شما عزیزان صحت و سلامتی از خداوند مهربان می‌خوایم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه شما.